امرالله صالح معاون اول حکومت پیشین افغانستان از محمد اشرف رئیس جمهور پیشین این کشور خواسته تا مکالمات ثبت شده ارگ با زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور مصالح افغانستان و سایر دیپلمات های مرتبط خارجی درباره مذاکرات صلح افغانستان را منتشر کند آقای صالح امروز در یک رشته توییت آقای خلیلزاد را به فریبکاری متهم کرده و گفته است که این ویدیوها که به گفته او به سری به ثبت رسیده باید به خاطر مقابله با تبلیغات فزاینده در راستای مقصر جلوه دادن افغانها برای فروپاشی نظام و نشر برسد آقای ساله در ادامه افزوده که میداند این مکالمات وجود دارند و امیدوار است تا آقای غنی آنها را در اختیار داشته باشد ماون اول حکومت پیشین افغانستان آقای خلیزات را به مخفی نگه داشتن زمیمه های پنهان توافق ایالات متحده با طالبان از حکومت پیشین افغانستان نیز متهم کرده و گفته است که به نظر می رسد که با وجود این که ها در مرز شکنجه و تراژدی عظیم قرار دارند آقای خلیزات ظاهرا برای طالبان و تریستان شبکه حقانی لابی می کند. خلیزات اخیرا در نشست در بنیاد کارنگی و بررسی دلایل سقوط حکومت افغانستان پرداخت و گفت که دو عامل عمده سبب فروپاشی حکومت افغانستان شد که به گفته او لجاجت آقای غنی و خودخواهی نخبگان افغانستان را شامل می شود. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده نیز این هفته در مصاحبه با شبکه سی بی گفت که آقای غنی برخلاف تعهدش یک روز پس از مکالمه تلفنی که با او داشت از افغانستان فرار کرد. من شب شنبه با رئیس جمهور غنی تلفنی صحبت کردم بلاش فشار آوردم تا اطمینان حاصل کنم که او به برنامه انتقال قدرت به یک حکومت جدید به رهبری طالبان موافقت کند که در تلاش عملی کردن آن بودیم آن حکومت که همه شمول می بود و تمام جهت افغانستان در آن شامل باشد او در تماس تلفنی به من گفت که آماده است اما اگر طالبان این کار را نکند تا پای مرگ در مقابلشان جنگ خواهد کرد اما تا فردایش او از افغانستان بیرون شد من هفته ها و با ماها با رلچ جمهور کار کرده بودم آقای غنی تا کنون در مورد اتهامات وارده از سوی این اده از مقامات امریکایی واکنش نشان نداده است او چند پس از خروج از افغانستان در مورد اتهامات مبنی بر انتقال پول هنگام خروج از افغانستان واکنش نشان داد و ضمن دفاع از کارنامه خود گفت که دلیل خروجش از افغانستان جلوگیری از خونریزی در این کشور بود. یلدا بکتاش، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.